با سلام خدمت شما رفقای عزیزم، حاج والا کم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز براتون آموزش انتخاب کلاس ها در سرور هاردکور کلاسیک بلیزارد آوردم. اگر نمیدونید هاردکور کلاسیک چیه، لینکش زیر دیسکریپشن توضیح دادیم. البته این انتخاب به درد شما در سرور کلاسیک ارا یا همون کلاسیک نسخه 60 هم میخوره، جدایی از هاردکور. پس با من همراه باشید. همچنین میتونید اسپانسر این ویدیو رو که لینک سایتشون زیر صفحه پین کردم دنبال کنید. اول راجع به میج صحبت میکنیم. خب میخوام نظر خودم رو بدم بچه ها، یعنی شاید نظرم با نظر شما یکی نباشه، یه سری قبول نکنن، ولی با 13 سال تجربه بورد آف وارکرافت میخوام بهتون پاسخ بدم. به نظرم میج بهترین کلاس در نسخه 60 به دلیل تمام قابلیت هایی که بهتون میده. این کلاس فوق‌العاده است. تو نسخه هاردکور هم عالیه، چون بلینک داره، آیس بلاک داره که زنده بمونه، میتونه فریز کنه، ابری توی فراست نووا و چیزهای مختلف دیگه، و میتونه در بره. فراست بولتش همیشه طرف رو اسلو میکنه و دمیج سینگل تارگت قوی داره. همچنان ایویش هم خیلی قویه با قدرت بلیزارد که از آسمون یخ میباره. فود مانا میتونه بسازه و در نقاط دنیا میتونه تلپورت کنه. خلاصه میج هم برای فارم و هم برای یونیت کشی، برای همه چیز بسیار عالیه. در اند گیم و در لول اپ کلاس قدرتمندیه، به نظر من بهترینه. کلاس هانتر بررسی میکنیم، دست کمی هم از میج نداره، ولی سخت تره، مخصوصا تا لول 10 که پت ندارید سخته. بعدش فان میشه و خوب میشه و شما باید پتتون رو کنترل بکنید. پت کنترل کردن خیلی مهمه، با نسخه ریتل فرق داره و گرفتن پت و کنترلی سخت تره. هانتر نیازمند تیر و مانا هم لازم داره که یه خورده رو اعصاب به نظر من، ولی با داشتن پت قوی خیلی قدرتمنده. یه جوری انگار دو نفری دارید دمیج میدید. با داشتن فیندس و همچنین خودش رو به مردن میزنه، ترپ میکاره، همچنین اسپکت های مختلف داره که اسپید بهش بدن، داج بهش بدن و اتک پاور بهش بدن. خیلی خوبه. به درد کایت کردن نیوتا میخوره، میتونید از دور بزنید، دو طرف رو با ابیلیتیاتون اسلو کنید که بهتون نرسه. خلاصه هانتر کلاس مناسبیه اگر هانتر دوست دارید. کلاس روک کلاس خفنه که خیلی تو هاردکور انتخابش میکنن. تابلوه، میتونید اینویز کنید، از بغل همه چیز رد بشید، کسی هم نفهمه. دنیای سی سی کردن داره، یعنی مثلا میتونید سپ بکنید، بلایند بکنید، استانای مختلف و خیلی چیز خوبیه. سلطان سی سی کردنه، میتونید مثلا دو سه تا تارگت رو بگیرید، یکیشو یه سی سی بکنید، یکیشو سپ بکنید و یکی رو بزنید، یعنی همزمان بکشید. این چیز خوبیه. ابیلیتی داج دادن داره، داج زیاد میدید، ونیش داره که یهو تو کمبت میتونید بهتون ویز در برید، پویزنای مختلف داره، اسپید بالا در دویدن داره. خلاصه روک خیلی قویه و در زنده موندن در کلاسیک هاردکور به نظر من میخوره. شبن کلاس سختیه ولی مناسبه در لول اپ. مسلما شما سریع لول اپ نمیکنید، دمیج به میج نمیرسه، ولی هیل داره، میتونید خودتون اطرافیانتون رو حتی در حالت دی پی اس هم که هستید هیل بدید. میتونید شمار میلیزن انهانسمنت باشید، تغییر شکل به گورگ، اسپید زیادی بهتون میده، انواع اسلو مثل فراست شاک و فلیم شاک و اینا میندازید تارگت که طرف کلا از اسلو در نمیاد. اینتراپ داره، میتونید تو کست مردم بزنید، توتماش هم که نگم اصلش رو توتماشه، مثلا توتم فایر میکاریش دمیج میده به یونیتون. شمان یکم سخته، مثلا کار کردن با توتماش، اگر مثلا فرض کنید توتم فایر جای بد بینکاری شروع میکنه یونیت های اطراف هم کشیدن. خلاصه مثل پت هانتر که اگر کنترلش نشه بقیه رو اضافه میکشه. خلاصه معمولیه، میشه پلیش داد، هیلینگ خوبی داره، دمیج خوبی داره، رنج میلی اوکیه، معمولیه، ولی باز میج نمیشه. واریور هم بهترین میلی در دمیج در کلاسیک هاردکور و سینگل تارگت قوی داره و بیشتر هم سینگل تارگت داره تا کلیف، یعنی در لیول اپ به مرور زمان کلیف میگیرید. واریر نیاز به فرست اید داره که بتونید خودتون رو هیل بدید، هیلینگ خیلی ضعیفی داره، یعنی در واقع یه جنگجویی که بیاد بکشه و بمیره، ولی خب تو هاردکور شما نباید بمیرید. استان، اسلو، چارج برای حمله و فرار خیلی خوبه، همچنین استنس دفاعی داره که دمیج کمتر بخوره. میتونید شیلوانان یو دست بگیرید و شیل بلاک و این چیزا رو بزنید که دمیج کمتر بخورید. همچنین فیر دست جمعی هم داره که یوز میکنید، فقط مراقب باشید که با این فیر یونیت های اضافه نکشید. خلاصه تانک واریور به نظر من بسیار تانک خوبی، یا حتی بگم بهترین تانک کلاسیکه. پیریست کلاس خیلی مردمی نیست، خیلی خوشون نمیاد مثل من. پیریست در لول اپ خوبه،
اندگیمش بد نیست، یعنی من یکی دوست ندارم اوکیه، ولی میتونید شیلد بندازید که زنده بمونید. شیلد میندازی قبل از کشیدن یونیت و بعد یونیتو میکشی، یعنی چیز خیلی خوبیه. وند داشتن خیلی مهمه، چون ماناتون که تموم شد یه دونه شیلدتون میندازی، شروع میکنید با وند شروع کردن به دمیج دادن، مثل وارلاک. وند خیلی مهمه، پس دانش شغل انچنتینگ رو باهاش بیارید بالا که وند بسازید واسه خودتون. اگه یونیت زیاد بکشید میتونید گیر دست جمعی کنید، مثل واریر پریست به در ریدا میخوره، باف استامینا اسپریت مانا فلان، میتونه مانا برن بکنه. دمیج هم بر پایه دات لولتون اومد بالا، حتما به توالت شادو که دمیج بیشتری بدید، ولی کلا خوبه، یعنی در لول اپ عالیه، میتونید انتخابش کنید. اوکیه به نظرم، زنده میمونه حسابی. والاک که حاجیتون باشه کلی ابیلیتی داره که میتونه جون بکشه، جون ملت رو بکشه بده خودش، میتونه مانا بکشه، میتونه فیر کنه با داشتن پتش، کلی کار مثل دمیج دادن، سی سی کردن، تانک کردن میتونه با وید باکر بکنه. نسبت به کلوس پوشا محکمتره، آرمورش خوده بیشتره، فیرش هم خیلی خوبه، همزمان دمیج میتونید بدید و فیر هم بکنید و درین لایف هلس ملت رو میکشه بیرون و شما مانت هم دارید که تو ترینرتونه، دیگه نیازی نیست به مانت بخواین. کلن خیلی جالبه، مثل هانتر با پتش میتونه قدرتمند باشه، دو نفری هستید و بازم بنظرم از هانتر بهتره. در ضمن سامونستون داره، هلس استون داره، زیاب نفس میکشه، دمیج شادو بول دات میندازه، خلاصه اینکه خیلی اوکیه به نظرم. والا کلاس قدرتمندی، یعنی حداقل من میندازمش بعد فاکین میچ. اینو بگم لول اپش اوکی، یا لول مکس که بکنید اند گیم خیلی خوبی هم داره، یعنی تو رید دمیج دومزک. چه چیزی از والاک بهتره؟ اینکه شما شروع کنید منو لایک کنید همین الان، کانالم ساب بکنید، کامنت هم بزن برام تو گوشش. پالادین در کلاس هاردکور به نظرم در لول اپ شانس زنده موندنش خیلی بالاست، ولی دمیج نداره، تانکیش به وریور نمیرسه، ولی در لول اپ خیلی خوبه برای زنده موندن و سولو لول اپ کردن اوکیه. مثلا دیوان شیلد دارید، هند اف فریدم دارید که آزاد میشید در میایید، استان دارید، بافای قوی داره، اوراهای قوی داره، اون اوراهاش به درتون میخوره، همچنین لیاهان داری میزنی، هلستون 1-100% پر میکنه، کلا همه چیز برای زنده موندن. فلشیل دمیج البل جیمبل، ولی خب دنش خیلی زیاد نیست، بافاش مهمه، سیل داره، سیلار یوز میکنی، جاجمنت میزنی، مانا هم زیاد کم میاره، ولی خب باز هم برای لول اپ میکنه و اینکه مانت خودش هم داره، اینم باید اضافه کنیم. درول هم جز کلاسای سختیه و تا اینکه فرماتو بگیری مانا مثل بنس کم میاره، دمیج دادنش تا لول 10 11 اینا سخته و فرماش ولی خیلی بهتون کمک میکنه، دمیجتون بیشتر میشه و فرما میتونن بهتون کمک های زیادی تو زنده موندن میکنید. میتونید از فرمتون یو بیاین بیرون، خودتون رو هیل بدید، دوره به تو فرمتون. در کت فرم دمیج زیاد میکنید، دمیج هم زیاد میدید، ولی یه چیز خوب داره که اینویز داره، مثل روک در خرسش که تانک میشید و دفنس میره بالا، سلف هیلینگ میره بالا، قوی و قدرتمنده. دیوید میتونه چند تا اسپیک بازی کنه، هیل بدید، دمیج بدید، تانک کنید، همه کار میتونید بکنید. لول اپش آسونه، سریع هم هست، در مکس لول تو دانجنا ریت خوب حل میکنه، سی سی هم داره، مثلا مثل روت کردن هیل میدید، زنده میمونید، کرس رو خودتون پاک میکنید، اسپیدش هم بالاست، کلا سریعه، کلاس سریعه، کلاس خوبیه، ولی من به شما اصلا پیشنهاد نمیدم که این کلاس رو انتخاب کنید اگر تازه وارد ورلد آف وارکرافت شدید. خب اینا به نظر من منصفانه بود، این نظر من در کلاس های کلاسیک هاردکور و کلاسیک لول 60. شما چی فکر میکنید؟ برای من همین کامنت بذار، تو میخوای چی رو انتخاب بکنی، ببینیم چند چندیم. حالا من معلوم نیست، هنوز نمیدونم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، حتما کامنت بذارید، دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی شما رو خدای منان میسپارم و بد فاکین درود.